درود به شما بینندگان و شنوندگان این برنامه از رادیو تلویزیون مانی. من میرزا آقا عسکری مانی، شاعر و نویسنده هستم و مدیر این رسانه. سه پرسش را با بسیارانی در میان گذاشتم که شما پاسخهای آنها را خواهید چنید. این پرسش ها نه برای جانبداری از فرد خاصی است یا تبلیغ برای نوعی از نظام هست و نه مخالف آن، بلکه تنها یک همه پرسی است و ما بر آن هستیم که بدانیم شاعران، نویسندگان، پژوهشگران و هنرمندان و کنشگران سیاسی در برابر این سه پرسش چه پاسخی دارند. شاید پاسخهای اینها به ما یاری برساند که وضعیتی را که ما و ایران ما امروز دران قرار گرفته ایم بهتر بشناسیم. پرسش های من بدین گونه هستند و خواهش کردم که هر دوستی که میخواهد پاسخ بدهد کوتاه‌ترین پاسخ رو بدهد. آیا شما شاهزاده رضا پهلوی را یک شانس بزرگ و شاید یگانه برای نزدیکی و همکاری جریانات سیاسی و ایرانیان در براندازی جمهوری اسلامی میدانید؟ آری یا نه و چرا؟ کدام شخصیت یا حزب و جریان سیاسی بجز آقای رضا پهلوی توان واقعی جلب حمایت اجتماعی برای رهبری دوره قبل از گذار و بعد از گذار از جمهوری اسلامی را دارد؟ چرا؟ خطاب به شاهزاده رضا پهلوی چه پیامی دارید؟ از او چه انتظار یا درخواستی؟ اکنون پاسخهای اهل نظر رو به این سه پرسش با هم بشنفت. در مورد موقعیتی که شاهزاده رضا پهلوی دارند، من فکر میکنم موقعیت مهمی دارند به چند دلیل. یکی به دلیل خصوصیات فردی ایشون، یعنی شخصیتشون یا اون کرکتری که دارن و نشون میدن. از یه طرف خب اون پختگی سیاسی در طی سالها بسیار خوب در ایشون به وجود آمده و خودشو نشون میده اون پختگی، و از طرف دیگه اون کرکتر صمیمی که دارن فکر میکنم خیلی مطلوب هست برای بسیاری از مردم و به خصوص جوانها. یه وقتی بود که شاید خصوصیاتی مثل جذبه داشتن مهم بود. میگفتن اینقدر مثلا این رهبر جذبه داره، آدم نمیتونه تو چشمش نگاه کنه یا جلوی اون نمیتونه صحبت کنه، ازش انتقاد بکنه، اظهار نظر بکنه. اینا شاید یه زمانی خصوصیات خوب برای رهبر به حساب می آمد، ولی دنیای امروز قرن 21 چیز دیگه ای رو می طلبه و ایشون خیلی امروزی هست از اون لحاظ و مطلوب اصطلاح اون کرکتری که داره. مورد دیگه که کمک کرده به موقعیت ایشون اینه که رسانه های اجتماعی یا سوشال میدیا در عرض 10-20 سال گذشته بسیار کمک کردن که خدمات خاندان پهلوی شناسونده بشه. هم رضا شاه و هم محمد رضا شاه پهلوی هر دو کارهای اینها مرتب هی مرور شد در سوشال میدیا، در رسانه‌های اجتماعی. بنابراین برای بسیاری، حالا اگر هم پختگی سیاسی بود بسیاری از مردم ایران و حداقلش اینکه یه مقدار آگاهی که بتونن قضاوت بهتری داشته باشن یا مقایسه بکنن و ببینن کجا بودن، چی میخوایم و چرا اینطور شد. مورد دیگه‌ای که تو این زمینه شاید موقعیت ایشون رو مستحکم میکنه اینه که خطرهای احتمالی که اگر مردم ساکت باشن، بی تفاوت باشن، کم توجه باشن و ایشون رو بهش توجه نکنن، خطرهایی که وجود داره برای ایران، چه از لحاظ ویرانی بیشتر ایران، از لحاظ سختی های شدید بیشتر به مردم ایران، از لحاظ احتمال
به وجود آمدن هرج و مرج و آنارکی و تجزیه، چیزهایی که در یک خلأ سیاسی میتونه به وجود بیاد، و در ضمن به روی کار آمدن گروه هایی که مثل مثلا مجاهدین خلق که پول زیاد دارن و پیگیر هستن، اگرشن دارن و روی این مسئله مرتب دارن کار میکنن، و وقت جانشین شدن مثلا این گروه فعلی با گروهی که هم مذهبی هم کمونیست، اینها خطراتی است که وجود داره. و به اضافه اون دو موردی که گفتم، شناسانده شدن خدمات خاندان پهلوی و کاراکتر بسیار مطلوب شاهزاده رضا پهلوی موقعیت ایشون رو محکم کرده. در این مورد باید بگم سوال مشکلی لااقل برای من و شاید بسیاری مردم دیگه، مگر کسانی که خیلی 100% در کارهای فعالیت‌های سیاسی درگیر هستن، اطلاعات رو دارن، همدیگر رو میشناسن. غیر از اون برای آدمی که کمتر اونجور از نزدیک با همه گروه‌ها و کارهاشون و حرفاشون و دنبال کردن سابقه‌شون اینها آگاهی داره، مشکل هست، برای اینکه یه مقدار گیجی وجود داره، یه مقدار چیزی که فیک نیوز هست، آدم نمیدونه کدوم گروه واقعا حرفی که میزنه بهش اعتقاد داره، کدوم گروه که ظاهراً حمایت میکنه از سلطنت یا از شاهزاده رضا پهلوی برای این آمده جلو، یا اینکه اون کارهای یعنی پرسونال اجندا داره برای پیش بردن مقصود خودش داره میاد، یا احیانا کسانی که شاید کارشون اینه، حالا یا شغلشونه یا پول گرفتن یا هرچی، که بخوان اختشاش به وجود بیارن و نذارن اون انسجام بین گروه های مخالف به وجود بیاد. بنابراین میتونم بگم که این مشکل جواب دادنش، و شاید یه موردی هستش که باید یکی از این گروه ها و گروه های افرادی روی این مسئله کار بکنن و یه ذره گروه های متفاوتی رو که وجود دارن در حقیقت سورت اوت بکنن، به قول اینجا، یا مشخص بکنن که چه هدفی دارن، چه کارهایی کردن و در چه زمینه دارن پیش. فکر میکنم شاید 7-8-10 سال پیش بود که من برایشون یه نظری فرستادم و هنوزم شاید همون هست. ازشون انتظار ندارم که خودشون رو کاملا تغییر بدن، و چون همیشه روی این مسئله تکیه کردن در از این چند سال، سالهای گذشته که من از دور و نزدیک به اصطلاح حرفای ایشون رو دنبال کردم، که نمیخوان 100% جلو بیان و میخوان که مردم خودشون یه مقدار این مدیریت رو به عهده بگیرن. ولی همینطوری که ایشون اظهار میکنن، اخیراً هم گفتن که این مسئولیت مردمه که بی تفاوت نباشن، از این برم شاید به نوعی مسئولیت ایشون هستش که این کار رو برای مردم آسان بکنن، یعنی گیجی رو کم بکنن، گیجی از این که افراد دوروبر ایشون کیا هستن، مشاورانشون کیا هستن، و نقطه نظرها آیا همینطور برای نقطه نظرهای ایشان خواهد بود بعدها، یعنی برای حال آینده یه مقدار باید روشن بکنن، و حراس مردم، بعضی از مردم که هنوز پیش نیومدن، اونو کم بکنن و کمک بکنن به کسانی که آمادن برای اینکه حمایت بکنن جلو بیان. یه سازماندهی حداقل باید وجود داشته باشه که آدم بگه خب این مثلا شماره تلفن من هست، این ایمیل من هست. کافی نیست که آدم بگه هر کی بخواد منو پیدا بکنه میتونه پیدا کنه، ایشون اینجور گفتن، ولی بهتره که یه مقدار سازماندهی در این مورد انجام بشه. اینها افراد نزدیک من هستن، مشاورام هستن، و به این طریق مردم بتونن راحت اگر سوالی دارن مطرح بکنن، و اگر که میخوان حمایت بکنن بتونن، اگر دنبال راه و چاری هستن، میخوان که صحبتی داشته باشن، یه جور تماس باید راحت تر باشه. این شاید درخواست اصلی من از شاهزاده رضا پهلوی. اول باید بگم من خودم رو جمهوری خواه و طرفدار نظام پارلمانی متکی بر فدرالیسم میدونم. با این وجود
از شخص رضا پهلوی به عنوان یک شخصیت سیاسی دفاع میکنم. اون رو یک شانس، شاید هم همونطور که شما گفتید در شرایط امروز ایران یگان شانس برای نجات ایران، برای بیرون رفت از بنبست سیاسی که امروز کشور ما باش درگیره میدونم. دلیلش هم این هست که در شرایط حاضر مبارزه مردم ما بر علیه نظام جمهوری اسلامی بسیار گسترده شده، اما یک خلأ و یک کمبود بسیار بزرگ داره و اون هم نبود یک فرد و یا یک سازمان و تشکل رهبری کننده است. مردم ما به دلایل مختلف، از جمله به دلیل اینکه نسبت به هم در ابعاد مختلفی بی‌اعتمادی دارن و یا به دلیل اینکه رژیم سرکوب کرده مردم رو، تشکل‌های مختلف رو، امکان سازماندهی و تشکل‌یابی نبوده و در حال حاضر نیست، امکان اینکه به صورت همبسته گسترده متشکل خواسته های خودشون رو به پیش ببرن ندارن. در نتیجه نمیتونن مطالبات خودشون رو فراتر از خواسته های صنفی در سطح سیاسی هم مطرح بکنن و به پیش ببرن. اینجاست که ما با یک حالت بن‌بست در تغییر وضعیت سیاسی مواجه میشیم، در حالی که رژیم در ضعیفترین وضعیته و مردم ما در وضعیتی که گسترده ترین نارضایتی رو دارن. در چنین حالتی من فکر میکنم که رضا پهلوی به عنوان یک شخصیت که جدا از پیشینه خانوادگی خودش دارای اندیشه است و افکاری داره، ایده‌هایی داره که میتوانه خواسته های امروز مردم ما رو متناسب با استانداردهای حقوق بشری و بین المللی در سطح جهانی هماهنگ بکنه، میتوانه اون خلأ رهبری رو پر بکنه. چرا که یک نیرو و یا یک شخصیت سیاسی علاوه بر اون که باید بتوانه تأثیرگذاری در روند سیاسی اجتماعی داشته باشه، ضمناً باید بتواند که مقبولیت اجتماعی داشته و یا یک اکثریت بزرگی از مردم رو جذب کرده و حمایت اونها رو پشت سر خودش داشته باشه. این ویژگی‌ها رو در حال حاضر من در رضا پهلوی می‌بینم. باید بگم متاسفانه تشکلی که در صحنه سراسری ایران چنین ویژگی داشته باشه رو من نمیشناسم، وجود نداره در حال حاضر. در کردستان ایران احزاب کردی به طور خاص احزاب مختلفی که با نام حزب دموکرات کردستان، حزب دموکرات کردستان ایران شناخته میشن و یا حزب کومله، اینها در منطقه کردستان از مقبولیت اجتماعی به صورت نسبی برخوردارن و ضمناً توان تاثیرگذاری دارن، برنامه‌هایی دارن که اونها رو ارائه دادن و من فکر می‌کنم در سطح منطقه کردستان این احزاب احزابی هستن که می‌توانند مورد نظر قرار بگیرن. در صحنه سراسری سازمان و یا تشکلی که بتوانه چنین ویژگی داشته باشه، یعنی مقبولیت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، تاثیرگذاری اجتماعی در سطح وسیع من نمی‌بینم، اما اشخاصی هستن که می‌توانند در صورتی که در یک شورای رهبری باشند تاثیرگذاری اجتماعی خودشون رو هم داشته باشن. من میتونم از آقای حسن شریعت مداری اسم ببرم، از خانم نسرین ستوده و یا از آقای عبدالفتاح سلطانی برای نمونه. از نظر من اینها به دلیل سوابقی که دارن میتوانن چنین نقشی داشته باشن. مهمترین مسئله به نظر من برای هماهنگی نیروها و تشکل‌های سیاسی با هم این است که به منافع ملی ایران در درجه اول توجه داشته باشند، به نجات ایران بیاندیشند و ضمناً به اصطلاح پایه‌های دموکراتیک و حقوق بشری به عنوان ارزش‌های بنیادین نه تنها بیان بکنن اون رو، بلکه باور داشته باشن و در گذشته خودشون چیزی که ناقض این باشه رو نداشته باشن. رضا پهلوی در صحبت‌های مختلف، مصاحبه‌ها و گفتگوهای مختلف همیشه بر این تاکید میکنه که من خودم رو فراحزبی میدانم و میخوام که یک نقشه هماهنگ کننده و متحد کننده داشته باشم. این رو من خودم مناسب و مثبت میبینم. در این حال این یک وظیفه با خودش میاره، فقط بیان این که دیگران باید از من بخواهند، که ایشون در مصاحبه های خودش میگه که دیگران باید از من بخوان، احزاب باید از من بخوان، من این رو درست نمیدونم، به خاطر اینکه اتفاقا همون نقش وحدت بخش، هماهنگ کننده،
ایجاب میکنه که ایشون فرا بخوانند افراد رو، گروه ها رو، تشکیلات ها رو که بخوان با هم دیدار داشته باشن، با هم گفتگو داشته باشن، علنی غیر علنی، تا مواضع هم روشن بشه و هم نزدیک بشه. این یک خواسته منه، یعنی ایشون منتظر نباشن که دیگرانشون رو دعوت کنن، بلکه ایشون دعوت کننده باشن. همونطور که گفتم شکلش میتونه متفاوت باشه، از طریق اسکایپ، از طریق حضوری یا هر چیز دیگری. دوم اینکه میپذیرم که به عنوان فردی که خودش رو فراحزبی میدونه و میخواد نقش اون بعد از تشکیل قانون تشکیل مجلس مؤسسان تعیین بشه که آیا میخواد پادشاه باشه یا میخواد رئیس جمهور باشه، نخواد خودش رو درگیر تصمیم گیری های مشخص سیاسی بکنه، اما در این حال من انتظار دارم که ایشون یک چارچوب های حداقلی که راه نمای عمل باشه رو عنوان بکنن. منظور من برنامه سیاسی نیست، ارائه برنامه سیاسی کار احزاب سیاسیه، اما ایشون میتونن چارچوب های حداقلی که از نظر من میتونه همون ارزش ها و بنیادهای حقوق بشری و ارزش ها و بنیادهایی که متکی بر تأمین منافع ملی ایران و ایرانیان هست رو تدوین بکنه، اون رو به عنوان یک چارچوب ارائه بده و میشه در حول اون چارچوب افراد و شخصیت ها و جریان های مختلف با همدیگه دیدار داشته باشن و یا مواضع خودشون رو نسبت به اون اعلام بکنن. به این ترتیب من فکر میکنم دوری و بی‌اعتمادی کمتر خواهد شد و میشه امیدوار بود در شرایط خاصی که ما هر روز داریم بهش نزدیکتر میشیم، منظورم نقطه فروپاشی در رژیم جمهوری اسلامیه، شاید بتوان اون موقع آلترناتیوی داشت که بتوان حد اکثر مردم ایران رو پشت سر خودش داشته باشه. من اول توضیح بدم، من شاهزاده رضا پهلوی رو یک شانس میدونم، ولی تنها شانس یگانه در واقع نمیدونم و امیدوار هستم که نیروهای اپوزیسیون بتونن در واقع خودشون رو شکل بدن و هماهنگ بشن و اون چیزی که مد نظر همه هست، یعنی براندازی رژیم و یا به زیر کشیدن رژیم، این عملی بشه و صورت بگیره و به اصطلاح در واقع شاهزاده رضا پهلوی یک فرد شناخته شده هست و از نظر من یک آدم دموکراتیه و یک شانس هست در این زمینه میتونه به هر حال یک نقش مهمی رو ایفا بکنه. در شرایط موجود به شکل فردی کسی نیست، بلکه من در همون صحبت قبلم در واقع گفتم که امیدوار هستم که نیروهای اپوزیسیون با تجمع و یا به هر حال شکل‌گیری بتونن یه همچین چیزی رو به وجود بیارن. این به این معنا نیست که بخوان در مقابل شاهزاده رضا پهلوی باشن، بلکه میتونه مکمل اون باشه، ولی این در واقع یک امیدواری و یک آرزوی من بود. اما اینکه کسی الان یا جریانی الان موجود باشه حداقل از نظر من نیست. درخواست من یا پیام من این میتونه باشه که ایشون باید بیشتر در واقع فعال بشن، باید تماس هاشون رو با نیروهای مختلف بیشتر بکنن، این که به هر حال گاهگاهی سخن گفتن و پیام فرستادن این در شرایط فعلی ایران کافی نخواهد بود. فعالیت بیشتر، تماس‌های بیشتر با نیروهای به هر حال دگراندیش و دیدگاه‌های مختلفی که در جامعه ما وجود داره و در هر جامعه‌ای در واقع این اندیشه‌های مختلف وجود داره، این تماس‌ها و تلاش برای به حرکت درآوردن و فعال کردن تمام نیروها در واقع این پیام من و یا این انتظار من هست.